سلام دوستان خوبم، به این ویدیو خوش آمدید. در این ویدیو با آموزش قبط مار در خدمت شما هستم. همونطور که در عکس ها میبینید، قبط مار مدل های مختلفی داره. اون مدلی که ما میخواییم بدوزیم باید الگوشو داشته باشیم، چون این تار حساب هست و حساب کنیم که خانه هایشی به چی مدل هست. ما از این پارچه استفاده میکنیم که تارهای خیلی واضح داشته باشه. ما میتونیم از این تورها هم استفاده کنیم، تورها که چشم های ریز داره و نخهایش هم بخواهه. خلاصه شما مدل رو میبینید، هر مدل نخی که شما داشته باشید، هر رنگی که شما دوست داشته باشید انتخاب کنید. ما این نخها رو انتخاب میکنیم. مدل نخهایش کاملا سلیقه‌ایه، هر کس بعضی ها دوست داره رنگ روشن استفاده کنه و بعضی ها هم دوست داره رنگ تاریک استفاده کنه. اول ما این نخ را با یک پارچه یک مقدار میمالیم که پورس های نخ از بین بره، که موقع دوخت اذیت نشیم و دوخت ما هم صافتر و خوشگلتر باید. اگر نخ ما خیلی کلوفت باشه که یکلا میدوزیم دیگه لازم نیست این کار را بکنیم، ولی اگر نخ ما نازک هست دولا مونیم و با این رویش پورس هایش را از بین میبریم و شروع مونیم به گلدوزی. در این رویش چهار تا تار روی سوزنه و همینطور در دوختی بعدی دو تار رو ول مونیم، دو تار از پایین اضافه میکنیم و همین رویش ادامه میدیم. دو تار از بالا ول میکنیم و دو تار از پایین اضافه میکنیم. این دوخت کاملا تار حساب هست، باید اون الگویی رو که میخواییم بدوزیم پیش خودمون داشته باشیم و از رویشی حساب کنیم که خلاصه سرخنیش چند تار، همه کوک هایش باید حساب شده باشه. دوخت ما همینطور ادامه میدیم. این باید 7 تا باشه، 1 2 3 4 5 6 7. این 7 تا کامل شد. حالا به سمتی بالا دوخت ادامه میدیم، دو تار از بالا اضافه میکنیم و دو تار از پایین کم میکنیم. روی سوزن باید 4 تار باشه. این مدل دوخت ما همیشه از روی دیگریش میدوزیم، از روی برعکس پارچه، اون طرفی روستیش، اون طرفی دوخته، اون طرف پارچه. از این پارچه ها هم دو بازار پیدا میشه، رنگ های مختلف داره. حالا هر رنگش باشه زیاد مهم نیست، چون کاملا اون قسمتی که میدوزیم روی زیر دوخت مره، دیگه اصلا پارچه دیده نمیشه. اگر روی تور بیدوزیدم روی تورم راحت میشه دوخت. تورها باید چشم هایش خیلی دروش نباشه، چشم هایی کوچیکی داشته باشه، میتونیم از تور هم استفاده کنیم. این همینطور میدوزیم. این ردیف باید 18 تا دوخته باشیم تا بالا. اینجا ما 18 تا دوختم، حالا 18 تا را به پایین دوخت میزنیم و همون رویش دو تار از بالا کم میکنیم و دو تار از پایین اضافه میکنیم. این دوخت ها خیلی راحت هست. در ویدیوهای قبلی من نمونه های قبط مار زیاد گذاشتم، شما هر کدومش که دوست داشته باشید میتونید برای خود ذخیره کنید و از رویش این مدل گلدوزی رو انجام بدید.
این ویدیو ما فقط سرخیناش انجام میدیم که ویدیو خیلی طولانی نشه. در ویدیوی بعدی پرکاری داخلش رو به شما عزیزان نشان میدیم. اینم اجده تا اومدیم پایین، حالا اون نیمخانه اولیه را میدوزیم، هفت تا به سمتی بالا خوب میزنیم. هفت تا به سمتی بالا کوک زدیم، حالا هفت تا به سمتی پایین کوک میزنیم. روی سوزن ما دقت داشته باشید که همه چهار تا را اگر به سمتی بالا موریم، دو تا از بالا اضافه میکنیم از پایین کم. اگر به سمتی پایین اومدیم دوباره دو تا از پایین کم میکنیم از بالا اضافه. حالا اینجا باید یک تقسیم بندی انجام بدیم. سه تا چشمی کوچیک باید به وجود باید. یک سرخنه از وسط این دخت میزنیم. ببینید به این صورت شد. اینجا هم باید یک دخت میزدیم. تار را زیر این دخت خارد میکنیم که دخت ما خیلی شلوغ و زیش نشه. دوباره به سمت بالا 18 تا دخت میزنیم. امیدوارم که برای اون دوستانی که قبط ما رو تا حالا ندوخته بلد نیستم مفید واقع شوه. باید ویدیوهای قبلی رو که نمونه گذاشتم ببینید و مدل هایی رو که دوست دارید دلخواه شما ذخیره کنید، دانلود کنید و از هر مدل این قبط ما رو همهش همین مدل دوختم شه، فقط مدل های دوختیش تعدادی سرخنه با هم متفاوته و رنگ های نخواهش هم متفاوته، ولی مدل دختش همهش همین مدلیه. این باید برابر باشه این دوتا خانه. اینو به سمت پایین 18 تا کوک میزنیم. امیدوارم که حوصله شما سر نره و از این گلدوزی استفاده کنید. این دخت هم باید با اون برابر شه. حالا این یکی خانه کوچیک رو میدوزیم، هفت تا به سمت بالا میریم و هفت تا دوباره پایین میاییم. هفت تا به سمت پایین میدوزیم. دوستان توجه داشته باشید که وسط این دخت با اون دخت فقط یک تاره، ولی روی سوزن دو چهار تار. حالا این خانه ای که اینجا تقسیم بندی کردیم و تشکیل میدیم، این شبیه این باید یک چشم تشکیل شود. اینجا این دو تا باید شبیه هم شد.
این دوختو به هم رویش ادامه میدیم. بلندیشی دل بخواهن هر قدر شما خواستی ادامه بدید. حالا سر تار خوره زیر این دوخت ها محکم میکنیم که دوخت ما باز نشنه و کار ما زود خراب نشه. حالا ردیف بعدی را از اول شروع میکنیم. این دو شر که خانه تقسیم بندی خانهش نکرده بودیم، اول اینو دخت میزنیم، بعد ردیفی دومی سرخمیخ را شروع میکنیم. این گوشه هم باید به صورتی دو تا چشم ریز اینطوری خانه درست شونه که بعدا اینو با نخی زرد پرکاری میکنیم. اگر فاصله وسطش نباشه شاید خیلی زیبا به نظر نرسه. حالا ردیف دوم سرخنه رو شروع میکنیم از روی این سرخنه قبلی. دقت کنید دوستان، کاملا از روی اون دوخت شروع میکنیم. اینم همینطور چهار تا تار روی سوزنه و دو تایش از پایین ول میکنیم، دو تای دیگه از بالا اضافه میکنیم. اینم 18 تا دوخت میزنیم تا بالا. این ردیف دوخت ما 18 تا کامل شد. حالا به سمت پایین دوخت میزنیم 7 تا. کاملا مثل ردیف پایینه. ردیف بالا را هم همینطوری تکرار میکنیم. حالا داخل این خانه را باید یک تقسیم بندی انجام بدیم که 3 تا چشم کوچیک درست شد. اینو به سمت بالا هم 18 تا دوخت میزنیم. اینجا باید برابر باشه سر دوتا دوخت.
اینو به همین صورت ادامه میدیم. ردیف دوم سرخمه ما تمام شد. این طرفی روستشه، شما میتونید ادامه بدید چند خانه دیگه. اگر خواستیم یقه بدوزیم اول گردیر میکشیم بعد از پایینش دخ میکنیم، ولی من این باریک برای پیشی مانتو میخوام بدوزم، همینقدر باریک برای من مناسبه. شما اگر خواستید بیشتر ارزش بیشتر باشه چند خانه بیشتر رویش سرخ نمیکنید و دخت انجام